کیشان عزیز، لطفاً بفرمایید بشینیم. میخواییم برنامه شاهنامه خوانی رو راه بندازیم.
برنامه ها عقبیم یا یه مقدار فراموش کردیم که چی بوده و چی هست. اگر بتونیم این برنامه را همون هفته یه هفته در میان داشته باشیم خیلی خوب میشه. حالا انشاءالله صحبت میکنیم و این برنامه جور خواهد شد. آقای دکتر چایچی از لاگونه میگر میان راه تورانی و حقیقتا باعث افتخار ما زرتشتیانن که حقیقتا میان و این لطف رو بر ما میکنم. متشکرم از لطف شما. من اولا که فکر کنم الان اولین برنامه در سال نو میلادیه که خدمتتون هستم. اولا که آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم برای همه دوستان و همیهنان بسیار عزیز خودم و امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشم. در رابطه با این به اصطلاح داستان شاهنامه، ببینید کتاب شاهنامه کتاب بزرگیه و این چی که من دارم از روش برای شما شاهنامه میخونم تقریبا خلاصه شاهنامه است. مال محمد علی فلوح شاید مثلا 60% از شاهنامه باشه. علارغم این به تجربه دریافتم که جای دیگه‌ای که من این برنامه شاهنامه رو دارم اجرا میکنم الان 5 ساله ما داریم شاهنامه رو اونجا شاید هم بیشتر داریم کار میکنیم، هنوز به پایانش نرسیدیم، مثلا 70-80% گذروندیم. اگه به این ترتیبی که الان اینجا ما داریم کار میکنیم، حالا هفته یه بار رسمن، یه هفته در میون رسمن، عملا به تجربه من دریافتم که در عرض مثلا 3 ماه مثلا یا در عرض 2 ماه مثلا ما 2 جلسه یا 3 جلسه عملا داریم. میدونید چی میخوام بگم؟ وقتی تقسیم میکنیم با این کیفیت بخواد پیش بره خیلی خیلی طولانی خواهد شد. یعنی حالا نمیدونم ان‌شاءالله که همه عمر باقی باشه و ما تا آخرش برسیم، ولی اگه اینجوری بخواد پیش بره خیلی خیلی طولانی میشه. من معتقد هستم که 2 کار باید انجام بشه، یا اینکه واقعا این هفته در میونا به طور به ضرس قاطع عمل بشه، بینش وقفه ایجاد نشه، حتی در تابستان. اگرم که نه، اولا بذارید هر هفته برنامه رو بذارید، مدت حالا بهش این تعطیلات و انواع مختلف میخوره، خب باز همون یه هفته در میون خواهد شد. ببینید چی میخوام بگم، پرکتیکالی یه هفته در میون خواهد شد. اینو شما باید، البته نباید این حرفو من بزنم چون این زحمت من بیشتر میکنه، حقیقتش بخواد این زحمت منه، ولی چون میبینم که دوستان علاقمند هستن، ابراز محبت میکنن، اینو شما بعد از هیئت مدیره خودتون بخواهید، از مسئولین مرکز اگر علاقمند هستی ازشون بخواهید که این برنامه یک انسجام و تداوم راستین داشته باشه. وگرنه بله منم مثلا مهم نیست، حالا الان 3-4 هفته خب نبوده، ما هم نیومدیم، هیچ اتفاقی هم نیفتده، حالا من بعد از 4 هفته اومدم، خب ادامه میدم، ولی شما اون دستاورد لازم رو به دست نخواهید آورد. این من نگران شما هستم بیشتر تا نگران خودم، ولی به هر حال این وظیفه اخلاقی من بود که این رو خدمتتون بگم و بعدم با یاد و نام خداوند شروع کنم. خب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود مجدد خدمت دوستان بسیار عزیز، ما ادامه داستان‌های شاهنامه رو پی می‌گیریم. اتفاقا ما الان در به اصطلاح وسطای یکی از قرر به اصطلاح داستان‌های شاهنامه هستیم، همون داستان رستم و سهراب معروفی که همه عام جامعه ایرانی شاهنامه رو با رستم و سهراب اساسا می‌شناسن. تا بگی شاهنامه همون قصه رستم و سهراب معروف، این همون قصه است، ولی 100,000 نکته باریک‌تر از اون اینجاست. در خلال این داستان چقدر اتفاقات جالب میفته و چقدر درس‌های آموزنده است که ما باید با تدبر و تعقل این درس‌ها رو بیرون بکشیم و اون گوهر وجودی شاهنامه رو واقعا احساس کنیم. نظر به این که یه وقفه نسبتاً طولانی بین داستان افتاده، من فقط خیلی خلاصه یه اشاره مجملی به آنچه که گذشت می‌کنم. قصه از اونجایی شروع شد که به هر حال رستم با
تهمینه آشنا شد، با هم ازدواج کردن. حاصل این ازدواج فرزندی بود، فرزندی که به نوعی یتیم واره بزرگ شد در سمنگان، بدونی که سایه پدر روی سرش باشه، تربیت پهلوانی مثل دیگر بزرگان ایران ندیده. به هر حال ایشون در سن پوزش در سن حدود 12 تا 14 سالگی ادعا میکنه که من بابامو بعد بشناسم. مادرش بهش به اصطلاح میگه که بابای تو رستم بوده و داستانهای رستم رو برای شریف میکنم. وقتی که او به اصطلاح به نیروی فیزیکی به بدنی خودش نگاه میکنه که هماوردی نداره و داستانهای افسانه گونه رستم رو هم میشنوه که او هم هماوردی نداره، به این نتیجه میرسه از بعد فقط نیرو به قضیه نگاه میکنه، میگه که اگر یه پدری مثل رستم باشه و یه پسری مثل من، کسی دیگه نباید تو دنیا ادعای قدرت و پادشاهی بکنه. بنابراین تو اون عوالم در واقع کودکانه خودش میگه که من یه ارتشی درست میکنم، میرم اول کاووس رو به اصطلاح از تخت پادشاهی به زیر میکشم، بابام رستم اونجا تو ایران پادشاه، ببین تفکرش اینه دیدر اینه، بابام رو پادشاه میکنم تو ایران، بعد من و بابام با هم متحد میشیم، با هم شیم میایم میریم توران و افراسیاب رو به زیر میکشیم، بنابراین حکومت توران و ایران میشیم من و بابام، ما وقت دیگه میشه حاکمان دنیا، دیگه رومی هم که دیگه هیچی هن و چه ممکن حاکمان دنیا. این تفکر یه بچه مثلا 12 ساله است، یه بچه 12 ساله ای که تجربهش اینه ولی قدرتش مثلا قدرت فیله. فرض کن حالا من قصد توهین ندارم، خواهد بگم خیلی نیرومنده، یه همچین ترکیبی وجود داره. خب افراسیاب از طریق کاراگهان خب مطلع میشه که همچین بچه‌ای وجود داره و از این فرصت رو مغتنم میدونه. دو تا از فرماندهان عالی رتبه خودش به نام خوبان و بارمان رو کرد و برادر هستن، برادران پیران ویسه هستن. پیران ویسه فرمانده کل ستاد مشترک ارتش توران زمینه. 5 تا برادر هستن، همه پهلوان هستن، پیران ویسه رئیسشونه، بقیهشون بارمان، هومان، فرشیدورد، پیرزمه و و و اینا هستن که همه هم جز به پهلوان و سپاه توران. خب دو تا از اینا رو هومان و بارمان رو میفرسته به کمک سهراب و با یه ارتش 30,000 نفره اینا راه میافتن، پاموشن میان به مرزهای ایران نزدیک میشن. در مرز ایران، من دیگه خیلی خلاصه دارم میام دیگه، در مرز ایران ماجرای گردآفرید میشه، میاد که اون جنگ معروف سهراب با گردآفرید اتفاق میفته. هجیر فرمانده دژ اسیر سهراب میشه و گردآفرید با سهراب میجنگه، یک جنگ پارتیزانی در واقع انجام میده و زمان میخره با این جنگش که به شب برسه. شب که میشه ایرانی ها که قدرت به اصطلاح مقابله با سهراب رو نمیبینن، مجبور میشن با فرستادن یه پیک به سمت ایران و گزارش قضیه منطقه رو تخلیه کنن، عقب نشینی کنن و سهراب حالا میاد دژ رو تسخیر میکنه. ارتش در واقع تورانی به فرماندهی ظاهرن سهراب و مشاورت هومن و بارمان که دو تا فرمانده کل ارتش به اصطلاح توران هستن، در اومدن در داخل خاک ایران، در مرزبانی ایران اونجا مستقر شدن. این همچین الان وضعیت قضیه ایران. خب خبر به کیکاووس رسیده، کیکاووس دست و پاشو گم کرده، چون گژدهم که اونم باز از پهلوانان ارتش ایران هستش، نامه می‌نویسه که آقا این آدمی که اومده به نام سهراب در اردوگاه نظامی دشمن، این آدم خطرناکه، هیچکس قادر نیست با این درگیر بشه. اگه میخوای مملکت حفظ بشه باید بجنبی، وگرنه اگه این بیاد جارو میکنه کشور رو، اصلا جارو نابود میکنه و میره جارو. خب کیکاووس به شدت وحشت زده شده، اونقدر وحشت زده شده که مرد شماره 2 ارتش ایران به نام گیو رو که در واقع پدر داماد رستمه،
یعنی یه پسری داره به نام بیژن، بیژن با دختر رستم ازدواج کرده و در واقع حالا این میشه پدر دامادش دیگه، اینجوری میشه. ضمناً مرد شماره دو ارتش ایران هم هست که پسر گودرز گشوادگانه. گودرز گشوادگان دقیقاً نیروی مقابل پیران ویسه است در ارتش ایران، یعنی این هست پهلوان بزرگ ایرانی و فرمانده کل ستاد مشترک ارتش ایران هم هست. پسری داره به نام گیو که اون میشه اگه بشه مرد شماره یک ارتش، باباه پسر مرد شماره دوی ارتشه. براتونم گفتم این آقای گودرز گشوادگان یه چیزی البته یه جا میگه 240 یعنی 80 تا، ولی در عمل در جای دیگه اشاره میشه که 67 تا یا 68 تا پسر فقط داره این آقای گودرز. یکیش گیوه که گل به اصطلاح سرسبده شده. این آقا مأمور میشه بره پیش رستم و به رستم میگه آقا وضعیت خیلی بحرانیه، شما سریعا بیا به کمک ما برس. تبش کردی که طبق اونجی هم که تو شاهنامه خاطرتوری گفته اگر گل به سر داری نشوی، یعنی اگر تو حموم هستی نمیخواد خودتو بشویی، با همون کف و صابون بیا بیرون و بیا، یعنی در این. خب رستم یه دو سه روزی تحمل میکنه به خاطر اینکه میبینه که گیف خیلی به هم ریخته است، چون گیف شب و روز نخوابیده بود تا برسه به خودشو برسه. یه سه چهار روزی تحمل میکنه. این امر باعث عصبانیت کیکاووس میشه، به نحوی که وقتی که رستم با این آقای گیف میرسن به خدمت کیکاووس، کیکاووس بدونی که اصلا جواب سلام اینا رو بده، اول از همه به خود گیف میگه برو رستم رو اعدام کن، برو بذارش به اصطلاح دارش بزن رستم. این اصلا گیف شوکه میشه از این دستور. گفتم کاووس آدم پادشاه بسیار مذبذبی، یعنی خیلی دمی مزاج آفتاری. برحالا میگه برو این رو اعدام بشون. این همتون حیرت زده باید میشه یعنی چی؟ میگه رستم میشه اعدام کرد آخه پهلوان بزرگ کشور. میبینه این تعلل میکنه بیشتر عصبانی میشه، به توس میگه که تو برو حالا هر دو اینا رو اعدام کن. در میشه که این آدم مثلا به پادشاه مملکت رو بخواد، یعنی چی مرد شما؟ یعنی در واقع بازوی دست راست دست چپ و هر دو رو میخواد درجا قطع کنه. درش کردی؟ توس هم از اونجایی که خود شیرینه و یه شخصیت منفیه، دست رستم میگیره که ببریم اعدامت کنم. رستم عصبانی میشه یه پشت دست میزنه بهش، پرت میشه رو زمین. بهش میگه که بعد دیگه عصبانیه. حالا رستم شروع میکنه به پادشاه که تو فکر کردی که کی هستی و من به اصطلاح حالا ما احترامت رو نگه داشتیم، مثل که خودتو گم کردی، نمیفهمی با کی طرفی و چه کار داری میکنی، تو باید عاقل‌تر از این باشی که اینجوری صحبت میکنی از این حرفا. و یه خود باش برخورد تند میکنه و بعدم که خیلی خب من رو نمیخواهید، خداحافظ شما، ما رفتیم. من مثل شما نیستم که پایبند تخت و تاج و قدرت و ثروت و این حرفا باشم. اسم من تخت منه، کلاهودم تاجمه، آسمانم سقف بالا سرمه. ما رفتیم، خداحافظ شما، شما رو به خیر و ما رو به سلامت، خودتون میدونید. برید با سهراب حالا حکی کامل دروشمن شده برید بجنگید. قرر میکنه در واقع رستم و میره. بزرگان ایران دست پاشون رو گم میکنن، ای بابا یه دشمنی به این خطرناکی اومده، تنها نقطه امیدی که ما داشتیم که میتونسته احتمالاً در مقابل این دشمن خطرناک با این اوصافی که ازش گفته شده مقابله بکنه بسیار رستمه. حالا اونم قهر کرد و رفت، میوختم به دست پا، میام پیش گودرز گشوادگان. آقا شما تنها کسی هستی که میتونی این ببخشید تعبیر به کار میبرم که این شاه دیوانه رو تو بلکه بتونی هدایتش کنی. اینه همین جمله به کار میره در شاهنامه، این شاه دیوانه. هیچی پا میشه گودرز میاد پیش پادشاه. آقا این چه حرکتیه که شما انجام دادی؟ این چجور برخورده با به اصطلاح نماد ملی کشور ایران رستمه؟ این چجور برخورده تو باش میکنی و این حرفا؟ با مثل که حواست پرته و به خودت بیا. با این میگم دمدمی مزاج دیگه، با یه چی میگن زرشک سردش کرده بود، حالا با یه مویز گرمش میکنه.
میگه ای راست میگی یا عجب کاری کردم، تو رو خدا برو یه جوری برش کرد. یهو از اون سر به این سر، تو رو خدا برو یه جوری برش کرد. خب رستم هم عصبانی شده رفته دیگه. گودرز و یه عده دیگه از این مثلا حالا بزرگان که محترم بودن، مثلا رستم برای شما احترام و ارزشی مثلا قائل بوده، خب اینا را میفتن دنبال رستم، میتازن و میرن جلوی رستم میگیرن و شروع میکنن با رستم صحبت کردن که آقا این پادشاه رو که خودتون میشناسید این آدم با قولشون مزبزبه و دمدمی مزاجه و از سر مثلا بیخردی یه چیزی گفت، عصبانی بوده، ترسیده بوده، لطف کنید شما مثلا کوتاه بیاید و فلان و بیسار رو بیرن برمیدن. میگه که نه، این تو که میدونی که من چقدر فداکاری واسه این کشور ایران کردم، اینا رو به گودرز داری. و جالبه که ابتدا هم میگه که گودرز اجازه داد که هر چی رستم دلش میخواد بگه بگه، یعنی اجازه داد که رستم خودشو خالی کنه. میدونید خیلی مهمه از نظر روانی که هر چی تو دلشو بگه. خوب که حرفاشو رستم زد و بعد گفت تو که میدونی که من از کسی نمیترسم، نه فلانم، و بعدم جونم و کف دستم گرفتم برای مملکت ایران، اینقدر من جانفشانی کردم. از 16 سالگیش بیچاره رستم در ماموریت‌های جنگی بوده، یادتون باشه اینو، از 16 سالگی من جونم کف دستم بوده واسه مملکت داشتم خدمت می‌کردم. حالا اینجوری این پادشاه میاد میگه بره اینو اعدامش بکنم، نمیگه تیربارونش کنید، اعدام که گفتم براتون که خیلی فقط تفاوت داره، یکی رو اعدام بکنن با دار و یکی رو تیربارون کنن، چون افسر نظامی رو هیچ وقت اعدام نمی‌کنن با دار، تیربارونش می‌کنن. اونم تازه میگه برو اعدامش بکنم. از این حرفا گودرز انگشت روی نقطه حساس رستم میذاره، چون میدونست که این غیرتیه دیگه. میگه ببین هر چی شما بگی درسته، هر چی هم که راجع به کاووس بگی اونم درسته، اما مردم این رو بد تعبیر میکنن، میگن یه دشمن خطرناک اومده، رستم اینو بهانه کرده که اجله مثلا این دشمن فرار کنه، نخواد با این رو بجنگه. اینه که میگه رستم یهو به خودش میگه که این نام و آوازه تو زیر سوال میره با این حرکت، وگرنه اینکه شما حق داری عصبانی بشید، بله ما همه تایید میکنیم که شما واقعا حق داری که ناراحت باشید، ما میفهمیم، مردم نمیفهمن اینو، درش گرچه میخوام بگم ما میفهمیم، مردم اینو درک میکنن، بد برداشت میکنن. این حرفو که میزنه رستم یه خورده نرم میشه که خیلی خوب بچی پادرمیونی میکنن که رستم بیاد. من بگم که اینجا دیگه ما آخرین لحظه اینجا داستان رو به پایان رسیم. خب بذارید بخونم از اینجا ببینم. بگه تو دانی که نگریزم از کارزار، ولی که سبک داردم شهریار. چنین دید رستم از آن کار روی، که برگردد آید به درگاه اوی. از آن ننگ برگشت آمد به راه، خرامان بشد پیش کاووس شاه. چون از دور شهدی برپا بخواست، پس این پوزش اندر گذشته بخواست. که تندی مرا گوهر است و سرشت، چنان رست باید که یزدان سرشت. و از این بدسگالنده بدخواه نو، دلم گشت باریک چون یک ماه نو. بدین چاره جستن تو را خواستم، چو دیر آمدی تندی آراستم. بدو گفت رستم که کیهان تو راست، همه کهترانی مفرمان تو راست. همان برادر تو یکی کهترم، وگر کهتری را خودم در خورم. میبینید؟ ببینید وقتی لحن کاووس عوض میشه، رستم دو برابر لحنش عوض میشه. به محضی که این از دور میبینی که رستم داره برمیگرده، فوری اجاش بلند میشه، کاری که پادشاه هیچ وقت نمی کنه، هنجوش بلند میشه میره جلو، معمولا هم اونا بعد بیان جلو، جلو این تعظیم کنن بعد مثلا، ولی این چون حالا میخواد دل رستم رو اینجوری به دست بیاره، هنجوش بلند میشه میره جلو و شروع کنه عذرخواهی کردن و پوزش خواستن که ببخشید من یه خود تندخو هم، شما میدونید که حال من زیاد خوب نیست، مثلا خودش اقرار میکنه. و این که این داستان این پسری که اومده، حالا داستان سهرابه، این کینه خواه نوعی که اومده من رو به جوری به هم ریخته، شما بی خود دیر اومدی، من عصبانی شدم، من عذر میخوام از شما فلان میسار. این وقتی میبینه پادشاه در این موضع قرار گرفته، اون خودشو بیشتر کوچیک میکنه، میگه آقا شما پادشاهی، ما کهتر شما هستیم،
تازه اگر در خور کهکتری شما باشید، ببین این همون رستمیه که مثلا نیم ساعت پیش یا یه ساعت پیش گفت تو اصلا کی هستی که من بخوام به تو مثلا باج بدم، مثلا میدونی چه میخوام بگم؟ ولی وقتی که میبینه که موضع پادشاه عوض شده، اون خیلی بیشتر برای که احترام پادشاه رو جلوی دیگران حفظ بکنه میگه من اگر من در خور این باشم که کهتر شما باشم افتخار میکنم به کهتر بودن خودم، برای که پادشاه رو چیکار کنم بزرگ کنم. خب چنین گفت کابوس که پهلوان تو را باد پیوسته روشن روان، چنین بهتر آید که امروز بس بسازیم و فردا گزینیم رسم. بیا راست را مشگری رامشگهی شاهوار شد دیوان به کردار خرم بهار، از آواز ابریشم و بانگ نای سمن چهرگان پیش خسرو به پای، همه باده خوردن تا نیمه شب به یاد بزرگان گشاده دو لب. میبینید که حالا دقیقا همون کاری که رستم اول کرده بود که آرامش به اصطلاح گیو رو سنگر حفظ کنه با آرامش کار رو انجام بده، حالا تازه کابوس رسیده به همین نقطه، میگه آقا حالا که دعوا همه شده من حالا خوبه که آرامش داشته باشیم، بیایم امشب بشینیم با هم دیگه مثلا جشن بگیریم، فلان استراحتی بکنیم شما، فلان مثلا فردا بشینیم مثلا طراحی کنیم که چیکار می‌خوایم بکنیم راجع به سوره. ببین از اول بعد این کارو می‌کرد، می‌دونی چی می‌خوام بگم؟ این نشون میده که این آدم ظرفیت نداره به عنوان یه پادشاه، اونم پادشاه قدر قدرت. یادتون باشه در ایران بالاخره حالا اشتراف نداره، واقعیته پادشاه هم بکاره بوده، هم بکاره بوده، یعنی حرف اول و آخر پادشاه میزده، بزنیم بزنیم، بکشیم بکشیم، صلح کنیم صلح کنیم، صبر کنیم صبر کنیم، نه عجله کنیم عجله کنیم. میدونی چه میخوام بگم؟ هر چی که پادشاه میگفتن همون بود. بنابراین یه آدمی که این همه قدرت توی دستشه باید خیلی آدم چیزی باشه، به اصطلاح با جنبه ای باشه، خیلی باید ظرفیتش بالا باشه که زود عصبانی نشه، زود مثلا تحت تاثیر قرار نگیره، خیلی باید آدم پرمایه‌ای باشه. خب حالا چو خورشید آن چادر قیرگون بدرید و از پرده آمد برون، بفرمود کاووس تا گیو و طوس ببستند بر کوهه پیل کوس. یکی لشکر آمد پهلو به دشت که از گرد اسبان هوا تیره گشت، هوا نیلگون شد زمین آبنوس، بجنبی هامون ز آبای کوس. همی رفت منزل به منزل سپاه، شده روی خورشید تابان سیاه، ز بس گونه گونه سنان و درش، سپرخاوی زرین و زرین کفش. گفتی که ابری به رنگ آبنوس، بیامد ببارید از او سند روز، جهان را شب از روز پیدا نبود، تو گفتی سپهر و ثریا نبود. اینا خیلی نکته قشنگیه اینجا. ببینید اینو فردوسی از یک متن به اصطلاح نگارش شده نثر به نظم در آورده. درست که چرز میکنم؟ خب تو اون متن نگارش شده نثر نوشته که ارتش بزرگی کاووس فراهم کرد و به سوی مرزهای به اصطلاح ایران که فرض کنید که سهراب در آنجا قرار داشت حرکت کردند، تموم شده رفت. اینونیه که اون گفته. اما شما نگاه کنید اینجا فردوسی چطور اینو منیپولیت میکنه و چطور تصویر سازی میکنه، چقدر زیبا اینو بیان میکنه که اصلا آدم کیف میکنه، انگار یه تابلوی نقاشی در مقابل چشم شما با کلام طراحی میشه. ببینید چه میخوام بگم؟ یه تابلوی نقاشی. بذار یه بار دیگه بخونم. میگه خوب دقت کنید، چو خورشید آن چادر قیرگون، به این تمثیل سازی رو که شب چجوری میخواد برداشته بشه، چو خورشید آن چادر قیرگون بدرید و از پرده آمد برون، بفرمود کاووس ساقی و کوس ببستند بر کوهه پیل کوس. یکی لشکر آمد ز پهلو به دشت که از گرد اسبان هوا تیره گشت، هوا نیلگون شد زمین آبنوس، بجنبید هامون ز آوای کوس. همی رفت منزل به منزل سپاه، شده روی خورشید تابان سیاه، ز بس گونه گونه سنان و درفش، سپرهای زرین و زرین کفش، تو گفتی که ابری به رنگ آبنوس، بیامد ببارید از او سندروس، جا
جهان را شب از روز پیدا نبود، تو گفتی سپهر و ثریا نبود. این حرکت عظیم ارزش و این گرد خاکی که مثلا پشت سر اینا ایجاد میشه، گرد و غبار تو آسمون یا آسمون تیره میشه، اینا رو دونه دونه مثل نقاشی برای شما چیکار بکنم. اصلا اینکه یه نفر میشینه مثلا شاهنامه میخونه، از خوندن شاهنامه اینقدر لذت میبره، دلیلش اینه. چیزایی که مردم غالبا متوجه نمیشن، در ضمیر ناخودآگاه اینا نقش خودش رو ایفا میکنه که شما میبینید بعد از مثلا هزار سال هنوز مردم شاهنامه میخونه، همه هم لذت میبرن. میبینید فرق هم نمیکنه، هزار سال پیشی هم که میخوندن همین احساس داشتن که الان ما که بعد از هزار سال داریم میخونه همین احساس رو داریم. خب خروشی بلند آمد از دیدگاه، به سهراب بنمود کامد سپاه. چو سهراب زنگونه آوا شنید، به باره برآمد سپه بنگرید. بنگشت لشکر به هومان نمود، سپاهی که آن را کرانه نبود. چو هومان ز دور آن سپه را بدید، دلش گشت پر بیم و دم در کشید. و از آن پس چنین گفت سهراب گرد، که اندیشه از دل ببایست ترد. نبینی تو زین لشکر بیکران، یکی مرد جنگی و گرز کران. کی پیش من آید به آوردگاه، گریدون که یاری دهد او را. کنون من به وقت شه افراسیاب، کنم دشت را همچو دریای آب. دقت کردید چی شد؟ حالا به این نکته خوب دقت کنید، اینجا کاراکتر سهراب خوب روشن میشه. یه ارتش عظیمی از سمت ایران اومده، به کجا؟ به سمت مرز دیگه. اونا هم توی در واقع خاک ایران هستن، در به اصطلاح اردوگاه نظامی خودشون، در اون دژ سپیدی که ایرانی ها دارن. پس اونا داخل دژ هستن، ایرانی ها دارن نزدیک میشن. خب یه ارتش بزرگ میره، اونا چند نفرن؟ 30,000 نفرن. درسته یا تو میاد دیگه، گفت یه ارتش 30,000 نفری بودن، اونا 30,000 نفرن. خب این وسط اون هومان و بارومان که پناهای جنگ دیده هستن، فرماندهان نظامی هستن، خوب درک میکنن که ما به عنوان یک ارتش مهاجم با یک گروه 30,000 نفره تو خاک دشمن که ایران باشه، در واقع تو خاک ایران، ارتش خودی ایران مثلا 100,000 نفرن، اونا دارن میان. هومان میترسه، میفهمه اوضاع هوا پسه، وحشت زده است، میترسه از این صحنه. اما سهراب چی؟ سهراب اصلا برایش مهم نیست، اومده روی لبه مثلا دژ نگاه کرده. فقط چیزی که نگاه کرده ببینه تو این جمعیت مثلا کی گنده مونده است، بدونه کی توشون گردن کلفته، کی دورش اندامه. نگاه کرده میگه که نگران نباش. به این همه حالا اومده که درسید، میگه نگران نباش، نمیبینم میونه اینا یکی بتونه با من جنگ کنه، خیالت راحت بشه، ترتیب همه شون میدم. ببین این دیدگاه یه بچه ایست که در واقع 12 سال و 13 سال بیشتر نداره، اما جسه درشت و قوی داره، آموزش هم ندیده. یه هم توجه کنید، آموزش هم ندیده. خب بعدم چون تو ارتش به اصطلاح توران دیگه، میگه کنون من به بخت شهرفراسیاب، کنم دش را همچه دریای آب. یعنی چی؟ یعنی اینقدر خون میریزم از این ایرانی ها، میکشم ایرانی ها رو که این دشت پر از آب بشه. آب، آبش منظور خونه، از خون ایرانی ها این دشت رو به اصطلاح یه دریاچه میکنه. و از آن سو سراپرده شهریار کشیدن بر دشت پیش حساب. چو خورشید شد از جهان ناپدید، شب تیره بر روز دامن کشید. تهمتن بیامد به نزدیک شاه، میان بسته رزم و دل چید. که دستور باشد برا تاجور، گریده شدم بی کلاه و کمر. ببینم که این نوجهاندار کیست، بزرگان کدامند و سالار کیست. بدو گفت کاووس که این کار توست، که روشن روان بادی و تندرست. خب حالا اینجا نکته خیلی مهمه. ببین شاهنامه رو نباید هم تنوش بخونی رد شی، اینا تحلیل داره و ظرافت داره. دقت کنید، رستم اومده، ارتش ایران اومده در مقابل دژ سفارایی کرده. خب اونا داخل دژن، ایرانی‌ها توی دشتن، درسته؟ ارتش ایران سفارایی کرده، چادرهاشون رو زدن،
به اصطلاح چادر پادشاه، چادر مثلا گیل، چادر گودر، چادر کی رستم فلان، اینا هر کدوم گروه های خاص نظامی خودشون اطراف چادرشون هستن و طبیعتا در قلبگاه هم که ارکان به قول معروف ارکان ارتشه، اونایی که نظامی هستن میدونم من چی میگم، اون تو ارکان ارتش که در مرکز قرارگاه نظامی قرار میگیره پادشاه قرار میگیره، خب که از همه طرف تحت محافظت باشه، کسی نتونه دشمن بهش نفوذ کنه. خب رستم اومده یه نفری شخصا اومده پلوی پادشاه، به پادشاه داره میگه در یک مکالمه خصوصی بین رستم و پادشاه، اومده به پادشاه میگه که قربان اگه شما اجازه بدید من امشب میخوام برم و شناسایی کنم ببینم که این طرف مقابل ما که در مثلا جبهه مقابل قرار گرفته اینقدر راجبش حرف میزنن همه ازش ترسیدن، میخوام ببینم کیه، ارتش نیروهای به اصطلاح تورانی چه استعدادی دارن، با چه استعدادی اومدن اونجا قرار گرفتن و ما چه کار باید بکنیم. این کار یعنی چی؟ از نظر نظامی جاسوسی بیشتر جنبه کسب اطلاعات حالا مثلا داخل کشور و اینا میشه، به این میگن گشت چی؟ شناسایی در موضع در مواضع جنگ، به این میگن گشت شناسایی. ما دو رو گشت داریم در موقع جنگ، یادتون هست یه بار اینو من گفتم، گشت رزمی داریم گشت شناسایی داریم. گشت شناسایی نیروهای خودی کماندویی میرن داخل اردوگاه دشمن شب سینه‌خیز، از میدان مین عبور میکنن، از میدان سیمای خاردار عبور میکنن، از نگهبانان عبور میکنن، نگهبانانی که طلایه‌داران ارتش دشمن هستن، از اونجا ها عبور میکنن داخل میشن، اسلحه‌ای که همراهشون هست بسیار اسلحه سبکه، غالبا از دشنه و اینا، الان از این سیمایی که می‌ندازن دور گردن طرفو خفه می‌کنه، از این سیما راتل بهش من کارتل یه چیز بهش می‌کنه، از این استفاده میشه و نهایت کلت کمری و احتمالا اگر بخوان اصلا یه پول قوی‌تر ببرن یه یوزی مثلا با خودشون می‌برن، امروز دارم عرض می‌کنم خدمت یه یوزی سبک که برد یوزی هم 2300 بیشتر نیست، این در جنگ‌های نزدیک ازش استفاده میشه، بعد سبک هم هست. خب این کارشون اینه که وارد اردوگاه دشمن بشن و قرارم نیست به اصطلاح هیچ اقدام نظامی انجام بدن، فقط بخوام برن استعداد دشمن شناسایی کنن که چند تا نیرو دارن، سوار نظامشون به سوار نظام مثلا نیروهای زرهی شما اگر امروز بخوایم به زبان امروز نیروهای زرهیشون چقدره، تانکشون چند تاست، توپخانه سنگی همراهشون هست یا نیست، نمیدونم هلیکوپتر و هلیبورد سیستم هلیبورد دارن یا ندارن، انبار و ذخایر مهماتشون کجاست، نمیدونم آرایششون به چه شکلی هستش، فرمانده ارتش طرف مقابل اینا براشون خیلی مهمه چون فرمانده ارتش مقابل سبک خاص خودشو در جنگ داره، نیروهای اینوری میدونن که اون با چه سبکی می‌جنگه معمولا چون اینا رو اطلاعات گرفته و برده قبلا، همه این چیزا اینا رو در اینا رو خوب اطلاعات جمع‌آوری کنن برای اینکه نیروهای خودی فرماندهان ارتش خودی بتونن طراحی و برنامه‌ریزی کنن که با اینا چطور باید بجنگه. خب یکی بهش میگن گشت شناسایی، اما یه گشت دیگه داریم گشت رزمیه. گشت شناسایی باید با حداقل امکانات در نهایت سکوت کار خودش انجام بده و برگرده، اما گشت رزمی چی؟ گشت رزمی نه، گشت رزمی میره که تخریب بکنه، درست کردیم؟ یعنی همراه با خودش کاتیوشا میبره، با همراه خودش به اصطلاح کاتیوشا آر پی جی میبره، آر پی جی 6 میبره، آر پی جی 8 میبره، آر پی جی 9 میبره، نمیدونم، و مواد منفجره سی 4 با خودش میبره، دینامیت همراه خودش میبره و مسائلی از این دست. برای چی؟ برای اینکه میخواد بره زاغ مهمات دشمن رو منفجر کنه، میخواد بره نیروهای زرهیشون رو مثلا تانکاشون رو منفجر کنه و و و از این صحبت ها. میره برای ضربه. معمولا در گشت رزمی 70% تلفات داره، وقتی میره و برمیگره 70% نیروها از بین میره، خودشون هم میدونن، یک گروه مثلا 10 نفره میرن خودشون میدونن که هفتشون کشته میشن و سه تاشون فقط برمیگردن، ولی میرن دیگه، این ماموریتی که بعد انجام میشه. تا
گشت شناسایی شانس سالم برگشتن بیشتره، مثلا معمولا 20% تلفات توش بود. حالا اینا رو بخواهم میگم که اطلاعات عمومیتون بره برم. حالا این آقای رستم یه نفره داره میره گشته چی؟ شناسایی. یه نفره داره میره گشته شناسایی. جالب اینجاست که این قضیه اینقدر تاپ سیکرته که فقط پادشاه و خود رستم میدونه. بکنید حتی مثلا گیو، گودرز و دیگران که مثلا افرادشون به یک ارتش هستن اونا هم اطلاع ندارن. یعنی اینقدر مسائل امنیتی و اصول مخفی کاری چیه؟ رعایت شده در اجرایی. ببین اینا نکته هست، خودم وقتی که میخونم که رو عبور میکنه نمیفهمه چی به چیه، ولی وقتی که یه خود با تدبر شما به این نگاه ببینید چقدر دقت داره در این به اصطلاح شاهنامه و ظرافت درش به کار رفته شده. خب پس بنابراین حالا فهمیدیم که ماجرا از چه قراره. پس میگه که دستور باشد مرا تاج بر، کزیده شوم بی کلاه و کمر. کزیده شوم بی کلاه و کمر یعنی چی؟ یعنی نمیخوام لباس نظامی تنم کنم برم اونجا گشت رزمی نمیخوام بکنم، گشت شناسایی میخوام بکنم، بی کلاه و کمر بدون اسلحه میخوام برم، کلاه و سرم نیست. بعد ببینم که این نوجهاندار کیست، بزرگان کدامند و سادار کیست. بدو گفت کاووس که این کار توست که روشن روان باد یوتن درست. خب حالا اینجا خوب دقت کن. تهمتن یکی جامعه ترکوار به پوشید آمد نهان تا حصار. پس چی؟ لباس مبدل رو تنش کرده، لباس ترکا رو تنش کرده و اومده تا حصار. حالا دقت کنید این حصار منظورش اون دژ سفیده دیگه، دژ خود ایرانی هاست که حالا اونا مدن توش. تمام راه های مخفی این دژ رو ایرانی ها خب خوب بلدن، چیزی که خود اون ترکا بلد نیستن. درش که اگه یادتون باشه گرد آفرید و نیروهای داخل دژم شبونه از راه مخفی فرار کردن و اومدن بیرون و ترکا متوجه نشدن. پس معلومه که رستم راه مخفی دژ رو هم چیه کاملا آشناسی میدونه چجوری باید وارد دژ بشه. تهمتن یکی جامعه ترکوا بپوشید و آمد نهان تا حصار، بدان دژ درون رفت مرد دلیر. چنان چون سوی آهوان نرشید، بینم دقت چنان چون سوی آهوان نرشید. شما دیدید شیر چجوری با آهوان نزدیک میشه؟ خیلی دقیق یواش آروم میخزه تا دو متری آهو میره، آهوی نمیفهمی شیر رو عملش در این حد یه دقیق میبره میگیردش، چون سرعت حرکت آهو خیلی بیشتر از سرعت حرکت شیر، این واکنشش خیلی سر. شیر باید بتونه در یه فاصله نزدیک بشه که در یک فاصله کوتاه بتونه بگیره آهو، اگه نتونه آهو فرار کرده شیر باخته تو این ماجرا. بنابراین اولا از مقابل باد حرکت میکنه که باد به صورت شیر بخوره، بنابراین این که گوش و آبوه درک نکنه، نمیش کرد یعنی زاویه حرکتش به سمت آبو هم دقیقه. خودش رو مثلا روی اون بادکنک های پاش حرکت میکنه، کمتری صدایی رو ایجاد نمیکنه و و و از لای چمن ها و مثلا بوتزار های حرکت میکنه که همرنگ پوست بدن خودشیه، اینا باز کامرافلاژ بشه بگن همه این چیزا هست. بنابراین این دقیقا توصیف میکنه که رستم چجوری وارد قرارگاه نظامی دشمن شده، لباسش هم کامرافلاژ در واقع شبیه به لباس ترکاست و آروم رفته چه سیستم. خب چو سهراب را دید بر تخت بزم نشسته، به یک دست بوژند رزم به دیگر نشسته، چو سهراب را دید بر تخت بزم نشسته، به یک دست او ژنده رزم به دیگر چو هومان سوار دلیر، دیگر بارمان نام بردار شیر. تو گفتی همه تخت سهراب به سان یکی سر شاداب، دو بازو به کردار ران گویون، برش چون بر شیر و چهره چو خون. همی بود رستم به دانجا ز دور، نشسته نگه کرد گردان تور. به شایسته کاری برون رفت جن، گوی دید بر سان سر به بلند. خب ببینید حالا رستم اینقدر به اصطلاح داخل اردوگاه رفته و اونقدر رفته جلو که به ارکان ارتش توران نزدیک شده، جایی که سهراب و فرماندهان ارشد اونجا نشستن. بچه‌ها چقدر خودشون نزدیک
و از اونجا داره رصد میکنه ببینه که اینا کیان چیان چی دارن میگن احتمالاً و فرمانده ها کیا هستن. سهراب خیلی جلب توجه رستم میکنه، ما ببینه یه آدم خیلی عجیب غریبیه، هیکل و هیکل درشتی داره و چهره سرگونه‌ای داره و این صورت. خب بزرگان کشوریش هم که دورش هستن، یکی ژندرزم، چه اسم قشنگیه ژندرزم، اسم طرفه ژندرزم، میدونی که ژندرزم برادر تهمینه، در واقع دایی سهرابه، درش کردیم اون اونجا هستش و دیگران هم خوب هستن، بارمان و نمیدن بوبان و اینا هم طبیعتا اونجا نشستن دارن با هم صحبت. ژندرزم یعنی کسی که بسیار رزم آزموده است، ژند یعنی کهنه دیگه، ژند یعنی کهنه، آره دیگه ژندرزم یعنی در جنگ بسیار آزموده، ولی بسیار آدم چیزی. خب برام توصیفی که میکنه خیلی جالب، میگه دو بازو به کردان ران هیون، هیون یعنی شتر، رون شتر هم اگه دیده باشه خیلی بزرگه، بزرگ رونه پاش پار، میگه بازوهای این سهراب که دو کردیم مثل رون شتر، این بازوهاش اینقدر بزرگ، یعنی باید بگه که سهراب فوق العاده از نظر فیزیکی نیرومنده، چهرهش هم که سرخگونه میزنه و خیلی قیافه خطرناکه، برای این چهره سرخگون بسیار جوون هم هست. خب میگه همین بود رستم به دانجا زدور نشسته نگه کرد بردان توه، به شایسته کاری برون رفت ژند، گویدید برسان سر بکنن، چه مردی بدو گفت با من بگوی، سوی روشنی آی و بنمای این آقای ژندرزم حالا به مناسبتی از اون چادر میاد بیرون، حالا برای کاری انجام میده، حالا چنان قضای حاجتی بکنه یا کار دیگه داشت، میاد بیرون، به معنی که میاد بیرون میبینه که یه آدمی تو تاریکی اونجا وایساده، یه آدمی تو تاریکی اونجا وایساده، اون آدم آدم معمولی نیست، نه هیکل و اندام رستم که میبینه تعجب میکنه، این آدم کیه مطالعه نده بودیم دور بر خودمون توی اردوگاه، بهش میگه تو کی هستی؟ اونم تو تاریکی یه کی هستی؟ اسم چیه؟ بیا بیرون هم بیجا رو بیرونم تو کی هستی؟ این آقای ژندرزم به این سیاهی میگه تهمتن یکی مشت برگردنش بزد تیز و برشد روان از تنش. میبینید رستم بیاد جلو با اونم واسده دیگه میاد جتا میرسه جلو تو کی هستی؟ یه مشت میزنه مشت رستم هم که مثل پت که دیگه ماشاءالله میزنه تو گردنش، این دخواه بنده خدا قطع میشه قاعدتا، اینه میزنه در واقع بی سر صدا اینو میکشتش، دقیقا به روش همون گشت شناسایی که بی سر صدا بدن تیر نمیزنه، اینجوری میکشتش. خب بدان گه که سهراب آهنگ جنگ نمود و گه رفتن آمدش تنگ، همی خوان پس مادرش ژندرزم که او دیده بود پهلوان گاه بس، بدو گفت که گرد روشن روان فرستم همراه این نوجوان، چو تنگ اندر آید سپه روز کین، پدر را نمایی به پور گزین، نگه کرد سهراب تا ژندرزم کجا شد که جایش تویی شد ز بزم، برفتن به دیدنش افکنده خار، بر آسوده از بزم از کارزار، چو بشنید سهراب برجست زود، بیامد بر ژنده فرسان دود، شگفت آمدش سخت و خیره بمان، دلیران و کنداوران را بخواند، چنین گفت کمشب نباید خلود، همه شب سر نیزه باید بسود، که گرگ اندر آمد میان رمه، سگ و مرد را دید در دمدمه، ربود از دلیران یکی گوسفند، به زاری و خاریش خونین فکند. ببینید این یه فلشبک کرد اینجا به زمان گذشته، گفت اون روزی که این سهراب می‌خواست بیاد وارد ایران بشه، مادرش ژندرزم رو صدا کرد، به ژندرزم گفتش که شما که رستم رو دیدی و توی سمنگان رستم مهمون اونا بود دیگه، شما که رستم رو دیدی و میشناسیش، لطفا همراه این جوان میری و روز جنگ که شد تو باید به این سهراب نشون بدی که رستم کیه. حالا این کار قضای روزگار دیگه، درست همین یه نفر بعد اون شب در اون لحظه که رستم رفته دوره برای چادر این بیاد بیرون، ولی هر کس دیگه بود
اتفاقا به نفع هم بود، ولی حالا قسمت این بود که این بنده خدا بیاد که بعد رستم مجبورش بزندش تو تاریکی هم اصلا اون رستم رو درست حسابی دیده و شناخته به هم رستم رو دید و شناخته این اون رو زده. در واقع کلید شناسه یا رستم جزمه میره برای کی؟ برای سهراب. سهراب دیگه کلید شناسایی نداره، درست یا؟ حالا سهراب رو بهش خبر نگاه چه نشستی جندرزم جسدش بیرون چادره، میاد نگاه کنه میفهمه که یه کسی اومده و یه بلای سر جندرزم رو برده، میگه که عصبانی میشه دیگه، داییش بوده عصبانی میشه، میگه امشب تا صبح سر نیزه هاتون رو تیز کنید که فردا میخوام ترتیب این ایرانی ها رو بده، اینا آمدن به ما مثلا شبیخون زدن اونا حساب شده. خب این هم شروع میشه. بله، من میگه که چو برگشت رستم بر شهریار، از ایران سپه گیو بود پاسدار. به رهبر گو به پیلتن را بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. یکی برخروشید چون پیل مست سپر، بر سر آورد و بود دست. بدانست رستم که از ایران سپاه، به شب گیو باشد طلایه برا. بخندید دوزان پس فغان برکشید، طلایه چو آوای رستم شنید. پیاده بیامد به نزدیک او، چنین گفت که این مهتر کینه جود، پیاده کجا بوده ای تیره شد؟ تهمتن بگفت دار بکشاد لب، بگفتش بگیم آن کجا کرده بود، چنان شیر مردی که آزرده بود. ز سهراب و از برز و بالای اوی، ز بازوی و کتف و بر و پای اوی، از ایران و توران نماند به کس، تو گویی که ساب سوار است و بس. و از آن موش برگردن جنده رست، از آن پس نیامد به رزم و به رزم. بگفتم پس رود و می خواستن، همه شب همه لشکر را آراستن. میبینید که این رستم که آنه بیره از معمولیت بر میگرده به سوی نیروهای خودی، نگهبان به صلاح قرارگاه که گیوه، اون شب مثلا گیو داره پاسداری میده دور بر قرارگاه و مراقب استش و اینا، میبینید یه آدم ناشناخته‌ای داره نزدیک میشه، بلافاصله شمشیر میکشه و حمله بر میشه، چی هستی و چی هستی و فلان. صداش رو رستم میشناسه و میگه آقا آروم باش، منم رستمم فلان، نترس، غریبه نیست. کد شب مثلا اینه، میدونید که اینا کد شب دارن دیگه، مثلا میگه کیوان دو، کد امشب کیوان دو، میفهمن که این خودی نیرو، نیرو خودی، نه بعد مثلا بهش میگه. بعد میشه میگه تو کجا رفته بودی؟ ببین اصلا گیف خبر نداره، میگه تو کجا بودی؟ این سروست چیه؟ چه لباس ترکا مثلا بهتره تو پرا؟ میگه که برای من ماموریت بودم و رفتم مثلا گشت شناسایی و بله سهراب اینطوری و اونطوری و یکیشون هم من زدم و کشتم و اینجوری و فلان و همین توصیفات رو میکنه. خب چو خورشید برداشت سر این سپر، زمانه برابر از چرخ سر، بپوشید سهراب خفتان چنگ، نشست از بر چرمه نیل رنگ. یکی تیغ هندی بودن در برش، یکی مخفر خسروی بر سرش. بیامد یکی تون بالا گزید، به جایی که ایران سپه را بدید. بفرمود تا رفت پیشش وزیر، بدو گفت کژی نیاید ز تیر. به هر کار در پیشه کن راستی، چو خواهی که نگزایدت کاستی. سخن هرچه پرسن همه راست، به کژی مکن رای و چاره مجو. از ایران هر آن چت بپرسم بگوی، متاب از ره راستی هیچ روی. وریدون که کژی بود رای تو، همون بند و زندان بود جای تو. میبینید که حالا صبح که شده، این آقای به اصطلاح سهراب خودش آماده کرده که بره جنگ دیگه، به اصطلاح کلا خودو گذاشته و زره رو بتن کرده و اسبشو زین کرده و رفته توی یه منطقه بلند در یه کوهی که مشرف باشه. ایرانی ها که تو دشت اردوگاه زدن، از اون بالا کاملا دشت رو میتونه ببینه که به اصطلاح اوضاع ارتش ایران چیه و فلان. حالا دیگه گجده هم دیگه بیچاره دیشب کشته شده دیگه، تنها کسی رو که فکر میکنه که میتونه ایرانی ها رو درست شناسه کنه کیه؟ هجیر. هجیر همون فرمانده کل اون قرارگاه نظامی ایرانی بود که در همون جنگ اول سهراب اینو دستگیرش کرده، اینو دستگیر کرده، اسیر جنگیه، اینو آورده میگه که ببین
من میخوام ازت یه سری سوال کنم راجع به ارتش ایران و این پهلوانان ارتش که اینجا هستن، چون میدونی به تو گفته بودم که اینا هر کدوم درخش خاص خودشون داشتن و روی هر درخشی هم یه نقش خاصی بود. مثلا فرض کنید که برای طوس فیل، برای رستم اژدها، برای مثلا گیو گرگ، برای او یکی شیر، میدونی هر کدوم یه نقشی رو مثالات باشه. معمولا هم این رو بر اساس صور فلکی که در اون ماه مثلا اینا به دنیا آمده بودن انتخاب میکردن و برای خودشون اون نماد رو روی درخششون میذاشتن. برای اینا رو میگه از دست سوال میخوام بکنم، چهار تا کلمه حرف حساب میزنی، اگر ببینم دروغ بخوای بگی و منو منحرف کنی و فلان کنی، داستان زندان و آخرش هم برگه. من برای هرچی ازت میپرسم درست جواب من میدی. رفته اون بالا و حالا بخواهد چگاه کنی شناسه. خب حالا دقیق میگه که چنین داد پاسخ خوجیرش که شاه، ز من هرچی پرسه از ایران سپاه، بگویم همه هرچی دانم بگوی، به کجی چرا بایدم گفته بود، نبینی جز از راستی پیشم، به کجی نیاید خود اندیشم، بگیدی به از راستی پیشه نیست، ز کجی بتر هیچ اندیشه نیست. بدو گفت از تو بپرسن همه، ز گردن کشان و ز شاه و رمه، همه نامداران هم مرز را، چو طوس و چو کاووس و بودرز را، ز بهرام از رستم نامدار، زهر چت بپرسم به من برشم. ببینید که چه نوع اطلاعاتی رو هم ازش میخواد. میگه این اطلاعات رو میخوام که تو به من بگید. خب میرم میگه بسیار خوب، من بهتون اطلاعات رو میدم، اما دقت کنید، معمولا یه فرد نظامی رو وقتی دستگیر میکنن و میبرن در نیروهای دشمن، دیدید که توی فیلم ها هم احتمالا دیدید، میگه اسم چیه؟ میگه مثلا فلانی، مثلا بهرام نیل فرض. بعد میگه اطلاعات بعدی، یه شماره نظامی فلان، رده فلان، همین دیگه، بیشتر از این اطلاعات نمیده. من فلانی مثلا شماره ارتشم اینه، رده فلان، تموم شد دیگه. فرماندهت کیه؟ نمیدونم چند تا نیرو دارید، چقدر فلان دارید، اینا اصلا نمیگه، امکان نداره بگه، این جزء اسرار نظامیه، اگر بگه در واقع داره خیانت میکنه. بنابراین فقط شماره نظامی خودش رو میده که طرف بدونه با کی طرفه، که بعد هم به صلیب سرخ جهانی هم مثلا بگن که ایشون با این شماره نظامی اسیر ماست، حالا بخوان در تبادلات مثلا جنگی رد و بدل کنن، بدن ای آقا افسر مثلا سرهنگ با یه سرهنگ خودشون بتونن تبادل کنن، اینجوریه دیگه داستان. خب اطلاعات اضافه نمیده. این هم به حجی داره میگه که خب میدونم که تو فرمانده این مثلا چیز بودی دیگه، این افسر عالی رتبه است، وجیدی افسر عالی رتبه است، بهش میتونم همه میشناسی هر چیز. اینا میگه بسیار خب من اطلاعات به شما میدم، شما نگران نباشید، اما چی تو دلش داره میگذره این مهم. حالا سرا حالا ازش سوالی که میکنه اینه، این آقای سهراب داره این سوالا میگه، سراپرده دیبه رنگ رنگ، به دو اندرون خیمه های پلنگ، داره توصیف از اون بالا داره میبینه، میگه اون سراپرده خیمه های رنگ رنگ، اینجور توصیفاتش داره میگه، سراپرده دیبه رنگ رنگ، به دو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد جند پیل، یکی تخت پیروزه برسان نیل، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه و زرین قلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جایی کیست، ز گردان ایران برا اون نام چیست. میگه اون قرارگاهی که داریم میبینیم با این توصیف این کیه. به دو گفت کان شاه ایران بود، که بعد درگهش پیل و شیران بود، و از آن پس به دو گفت که از میمنه سمت راست ارد، و از آن پس به دو گفت که از میمنه سواران بسیار و پیل و بنه، سراپردهی برکشیده سیاه، رده گردش اندر ستاد سپاه، به گردندرش خیمه زندیشه زندازه بیش، پس پشت پیلان و اسبانش پیش،
زده پیش او پیل پیکر درفش به نزدش سواران زرین کفش. چنین گفت کان توس نوزر بود درفشش کجا پیل پیکر بود. ببینید سپهدار از تخمه پادشاه سزا سرفراز و لشکرکش و کینه خواه ندارد ابا زخم او شیر تاف بزرگان زبیمش پذیرند صاف. ببین داره میگه اطلاعات خیلی عمومی داره بهش میده، میگه که اونجا چیه؟ میگه اونجا قرارگاه مثلا پادشاه. خیلی خوب اون سمت راست کیه؟ میگه اونی که درفشش مثلا فیل و فلان بسار اون توسه. اما زمینه که داره میگه اون توسه زمینم توگل این هم داره چیکار میکنه؟ یه جنگ روانی هم با سهراب داره میکنه. میگه ببین دقت کنیم، میگه سپهدار از تخمه پادشاه سرفراز و لشکرکش و کینه‌خواه ندارد ابا زخم و شیر تا بزرگان زمینش پذیرند صاف. ببینید زمین که داره میگه اون چیه، زمین داره اینم چیکار میکنه؟ دل اینم خالی میکنه که اون یه آدم خیلی عجب غریب و نیرومندی و همه بزرگان بهش باج میدن، میخواد بترسونه سهراب رو. بعد دو مرتبه بپرسی کان سرخ پرده سرای یکی لشکری گشت پیشش به پای یکی شیر پیکر درفش بنفش درفشان گوهر در میان درفش به پس پشتش اندر سپاهی گران همه نیزه داران و جوشنوران. چنین گفت کان فر آزادگان سپهدار گودرز گشوادگان سپهکش با حال باید دو مرتبه ببین اینو میگه باید ببین چی میگه. میگه سپهکش بود سپهکش بود گاه کیله دلیر دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر کجا پیل با او نکوشد به جنگ نه از دشت ببر و نه از کوه پلنگ. میبینیم که داره میگه که کیه زبنه میگه این آدم اینجوریه حواس جمع باشه با کی طرف هستی. اینا رو داره به سهراب میگه که یه جنگ روانی برای سهراب بکنه. میبینیم خیلی معلوم آدم هوشمندیه در کار خودش. حالا دقت کن دگر گفت کان سبز پرده سرای بزرگان ایران به پیشش به پای یکی تخت پرمایه اندر میان زده پیش او اختر کاویان بر او برنشسته یکی پهلوان ابا فر و با سفت و یال گوان از آن کس که بر پای پیشش بر است نشسته به یک سر از او برتر است یکی باره پیشش به بالای او نبینم همی اسب همتای او به خود هر زمان برخروشد همی تو گویی که دریا بجوشد همی درفشش ببین اژدها پیکر است برای نیزه بر شیر زرین سر است. میبینید حالا این خیلی هیجان انگیزه و دقیق میگه که اون پرده سرای سبز میبینید بعد اون که دوربرش ارتشی ها هستن و چه این فران توصیفاتی که میکنه به دو تا نکته خیلی مهم اشاره میکنه. تو میگه اون پهلوانی که داخل اون چادر نشسته همینطور که نشسته بلکه فرض کنید یه صندلیه دیگه فرض کنید این همینطور که نشسته داخل این از افسری که مقابلش ایستاده قدش بلندتره. اون کیه؟ توجه کردی چی عرض میدونم؟ ببینید خیلی نکته ظریف ها نم توجه کردید به من که اونی که اونجاست نشسته رو صندلی اما از افسری که در مقابلش وایساده قدش بلندتره. اون کیه؟ زنه یه اسبی هم داره بیرون چادرش که این اسب مثل اژدها میمونه. دیدید اسب در جا رقص پا میکنه شهه میکشه این رقص هم همینطوری بود دیگه وقت که انرژیش بالا بود در جا هم که وایساده بود همینطوری با خودش میرقصید بازی میکرد و شهه میکشه. میگه این کیه؟ اون کیه؟ اونه به من اون کیه؟ اینه که میگه اجیر آنگهی گفت با خیشتن. حالا اینجا اجیر به فکر رو رفت. اجیر آنگهی گفت با خیشتن که گر من نشان گوه پیلتن بگویم بدین نیک در شیر مرد زرستن برارد به ناگاه کرد از آن به نباشد که پن از آن به نباشد که پنهان کنم ز گردن کشان نام او بفکرم. بدو گفت بس ببینید که چرفی پیش خودش زدی گفت آها اینجا اصول مخفی کاری بعد رعایت بشه چون میدونست که رستم شاخصه اگه به این بگم که این رستمه اینا یه توطئه ای میکنن از پشت از
این ور اون ور، بالاخره سعی میکنن که رستم رو بزنن. برای من بعد رستم رو چیکار کنم؟ مخفی نگه دارم، شناسایی نکنم، در واقع رعایت اصل حفظ اطلاعات نظامی که خیلی خیلی مهمه. خیلی شجاعانه است این تصمیم، یادتون باشه، خیانت نکرده، اشتباه نکرده، کار درسته، نظامی رو انجام بده، اون فرمانده کلیدی رو نمیخواد معرفی کنه. بدو گفت کس چین یکی نیکخواه، به نوی بیامد به نزدیک شاه. بپرسید نام از فرخوژی، بگفتا که نامش ندارم ببیر. بدین دش بودم من بدان روزگاه، کجا بود بیامد بر شهریار. قمی گشت و راب را دل بدان، که جایی نیامد رستم نشان. نشان داده بود از پدر مادرش، یه همی دید و دیده نبود باورش. همی نام جست از دهان هجیر، مگر که سخنها شود دلپذیر. نوشته به سر بردگر بوده بود، زفرمان نکاهد نه هرگز بزرگ. قضا چون زگردون فروهش پر، همه زیرکان کور گردند و کر. میبینید؟ میگه که این همش این پروبال میزد که ببینید آقا پس رستم کو تو این ارتش مقابل، چرا رستم نیست؟ توصیفاتی که از مادرش شنیده بود راجع به باباش، با این آدمی که تو اون چادر سبز رنگ به سلام میدید با هم خیلی مچ بود. اما خب منتظر بود که یه تاییدی از هجیر بشنوه که مثلا هجیر بگه بله این هم رستم. هجیر هم 100% انکار کرد، گفت نه به هیچ وجه اصلا رستم اینجا نیست و این آقا هم که به سلام اونجا هست این یه پهلوان چینی تازگی اومده، اسمش چیه؟ اسمش هم بلد نیستم، وقتی که اومد من اینجا بودم. و در واقع هجیر در واقع یک کار پهلوانانه و قهرمانانه را نظر نظامی داره انجام میده. حواستون جمع باشه، نگید ای کاش میگفت، نگید ای کاش میگفت، به خاطر اینکه اگر میگفت در واقع خیانت کرده. اون سعی کرد اطلاعات نظامی رو چیکار کنه. یادتون باشه ببین ما الان اون برای قصه رو میدونیم که سهراب مثلا پسر رستمه و چی تو فکرشه. ایرانی ها که نمیدونن، که ایرانی ها دشمنه وحشتناک نیرومندی میدونن که همون حرفایی که میزنه دیگه، که گفتش که من این دشت رو از خون ایرانی ها پر از مثلا خون میکنم. ایرانی ها اینجوری میشنسن، یه دشمن میشنسنش. بنابراین این هجیر جون خودش رو کف دستش گرفته و اطلاعات نظامی رو داره چیکار میکنه؟ حفظ میکنه، نمیخواد بده. خب بعد حالا این حرف هم میزنه دیگه این جناب فردوسی، میگه که نوشته به سر بر دگرگونه بود، نوشته به سر بر دگرگونه بود. میبینید قضای چیز دیگه ای بود، زفرمان نکاهد نه هرگز بزرگ. قضا چون زگردون فروهشت پر، وقتی قضا و قدری میخواد اتفاق بیفته همه زیرکان کور کردن و کر، همه خودم های زیرکم که هستن کور و کر میشن دیگه، هیچ کارش نمیشن. خب بعد میگه وزا پس بپرسید که از مهتران کشیده سراپرده‌ای برچران، سواران بسیار و پیلان به پای. برایت همین ناله کرونا، یکی گرگ پیکر درفش از برش، به هم اندر آورده زرین سرش. میانه سراپرده تختی زده، ستاد غلامان به پیشش رده. چنین گفت کان پور گودرز گیر، چنین گفت کان پور گودرز گیر، که خوانند گردان برا گیو نیر. ز گودرزیان بهتر و بهتر است، به ایران سپه بر دو بحر سر است. سرافراز داماد رستم بود، به ایران زمین همچون او کم بود. میبینید که مشکلی نداره با معرفی بقیه پهلوانان، فقط رستم رو که کلیدی هستش میخواد چیکار کنه؟ حفظش کنه، که میدونست که اگر بگه این رستمه قطعا اینا یه برنامه ترور براش طراحی خواهند کرد، شک نداشت. بنابراین اون های دیگه خب ما خب تو جبهه هستن و کسی باهاشون کار خاص نداره، بالاخره فقط به عنوان یه فرمانده هستن. اما رستم مرد کلیدی. خب بعد میگه که نشان پدر جست با او نگفت، همی داشت آن راستی در نهفت. جهان را چه سازی که خود ساخته است، جهاندار از این کار پرداخته است. چو دل بر رهی بر سرای سپنج، همه زهر زو بینی و درد. دیگر باره پرسید از او سرفراز،
از آن کشف دیدار و بود نیاز، از آن پرده سبز و مرد بلند، و از آن اسب و آن تاب داده کمند، و از آن پس مجیره سبه بعدش گفت که از تو سخن را نباید نگفت. گر از نام چینی بمانم همی، از آن است کورا ندانم همی. میبینید دو مرتبه بازی سهراب دلش تو اون چادر سبز داره میچرخه، باز دو مرتبه برمیگرده آقا یه بار دیگه با اون چادر سبز نگاه کن، خوب دقت کن، اینو میشناسی، این آدمی ویژه‌ایه، بگو این کیه. میگه والا من بلد نیستم، من اسمشو نمیدونم، میگه من اینجا من تو ماموریت بودم تو قرارگاه نظامی خودم، ایشون گفتن که از چین یه پهلوانی اومده و فرامرز هی کتمان کنه. بدو گفت سهراب کی نیست دار ز رستم نکردی هیچ، بدو گفت سهراب که نیست دازه رستم نکردی سخن هیچ، یا کسی کو بود پهلوان جهان، میان بسته در میان سپه در نماند نهان. تو گفتی که در لشکر او مهتر است، نگهبان هر مرز و هر کشور است. به رزمی که گابوس لشکر کشد، به پیل دمان تخت و افسر کشد، جهان پهلوان بایدش پیش رو، چو برخیز از دشت آوای او. چنین داد پاسخ بر او راکوژیر، که شاید بودن کان گم شیرگیر، کنون رفته باشد به زابلستان، که هنگام بزم است در گلستان. این سهراب، خب این حرف برای سهراب قابل قبول نیست. برگشته میگه آقا مگه میشه آخه یه لشکری که پادشاه خودش شخصا اومده توی لشکر فیلا رو برداشته آورده، پس ملی این جنگ براش خیلی خیلی مهم بوده، شخص خود پادشاه وارد لشکر شده اومده یه فرمانده رو نفرستده، چطور ممکنه که پهلوان کشور هم روش آفه نباشه؟ و این میشه همیچی چیزی؟ یه برمیگر میگه که خب بابا شاید رفته تعطیلات مرخصی، رفته زابل، الان هوا خوبه، اونجا هم مثلا گلوبوستان را افته، رفته اونجا استراحت بکنه. این حرف رو داره به سهراب میگه که بدو گفت سهراب خود کین مگوی، که داره سپهدار سوی جنگ روی. ببین دکتر خیلی قشنگ میگه بدو گفت سهراب خود کین مگوی، که داره سپهدار سوی جنگ روی. به رامش نشیگرد جان پهلوان، بری بربخندد پیر و جوان، برا با تو امروز پیمان یکیست، بگویم گفتار من اگر پهلوان را نمایی به من، سرفراز باشی به هر انجامن، تو را به نیازی دم در جهان، گشاده کنم گنج های نهان. ولی ایدون که این راز داریز من، گشاده به من بر بپوشی سخن، سرت را نخواهد همیتن به جهان، میانجی کن اکنون بدین هر دو را. نبینی که موبد به خسرو چه گفت، بدان گه که بکشاد راز از نهفت، سخن گفت ناگفته چون سخن گفته ناگفته چون گوهر است، کجا نابسوده به سنگ اندر است، چو از بند و پیوند یابد رها، چو رخشنده مهری بود مهری بود بی‌بها. میگه که تهدیدش میکنه، میگه ببین حرف آخرمون دارم بهت میزنم، کوتاه هم صحبت میکنم، تکلیف خودت روشن کن، یا رستم اینجا به من نشون میدی تو این ارتش کیه، یا اینکه تن خودتو بی سر بدی، ترتیبتو دارم میکشمه. تاهر من با کسی من، اونم دیده بود که سهراب چه آدم خشنی و توی این جنگ ها دیده بود که چی کارا کرده دیگه. خب اینو داره بهش میگه و اینو دیگه در واقع تهدید به مرگ کرده این آقای کیه، هجیر آکزا. خب چنین داد پاسخ هجیرش که شاه، چو سیر آید از مهر و از تاج و گاه، نبرد کسی نبرده کسی جویند در جان، که او جنده پیرند در آرد ز جان، به زخم سر گرز سندان شکن، برای زمار از دو صد انجمن. کسی را که رستم بود هم نبر، سرش ز آسمان اندر آید بگرد، تنش زور دارد به سر زورمند، سرش برتر است از درخت بلند، چو خشم گیرد به روز نبرد، به چنگش چه شیر و چه پیل و چه مرد. میبینید دو مرتبه باز اون جنگ روانیشو این هجیر به عنوان یک افسر نظامی
روحیه خودش از دست نده علارغم این تهدیدی که میشه. برمیگره به این میگه یادتون هست در داستان مازندران دیگه، اون جنگ مازندران، اینا رفتن با چیز وارد درگیر شدن با سپاه مازندران و رستم هرگز خودش رو معرفی نکرد. وقتی هم گرفت برای پادشاه مازندران بودش من گفت رستم تو هستی با این اوضاعی که گفت نه بابا من لوچه رستم هم نیستم، من اگر من رو به لوچه این خبر میکنه خیلی دقیقا همین ترفند و هوشیر داریم زن. میگه که ببین پادشاه اگر بیاد و رستم بخواد بیاد، رستم از یه درخت قدش بلندتره، از صد تا مردم زورش بیشتره و اونو برای هر کسی نمیاره. این میخواد بگه تو در خورد این نبودی که رستم بیاد با تو به جنگه. برای پادشاه حالا همینطور سر چیز با چهار تا پهلوان اومده در مقابل تو بسته. ببین این جنگ روانی همچنان چیه؟ ادامه داره علارغم این که تهدید بیمرگ شد. خب حالا ببین اینم جالبه. بدو گفت سهراب از آزادگان، سیاه بخت گودرز گشمادگان. گودرز گشمادگان بابای هوشیر بود دیگه، یادتون باشه. ببین سهراب چی بهش میگه. بدو گفت سهراب از آزادگان، سیاه بخت گودرز گشمادگان، کجا چون توش خان باید بسر، بدین زور و این دانش و این هنر. تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای؟ که چندین ز رستم سخن بر زبان، درانی ستایی برا هر زمان. درخشیدن ماه چندان بود که خورشید تابنده پنهان بود، از آتش تو را بیم چندان بود که دریا به آرام جنبان بود. چو دریای سبز اندر آید ز جای، ندارم دم آتش تیز بار، سر تیرگی اندر آید به خواب، چو تیفه تپش برکشد آفتاب. دقت کردید؟ این به اصطلاح سهراب اینو تحقیر میکنه، این هوشیر میگه وای به حال بابات که به تو بگه پسر تو مرد جنگی ندیدی که خیالت میرسه رستم قفلیه، یعنی میخواد بگه من از رستم نیرومندترم. آتش وقتی آتشی میکنه که دریا به جوش نیومده، یعنی دریا به طوفانی نشده. ماه وقتی نور افشانی میکنه که خورشید هنوز بیرون نیومده، یعنی من خورشیدم این رستم شما مثلا ماه. میدونید همه اینها رو به اصطلاح براش داره میگه، تحقیر میخواد بکنه. اینم من آخری بخشم بگم که حالا این جالبه. به دل گفت ناکار دیده هوشیر، جگرمن نشان گفت شیرگیر، بگویم بدین ترک با زور دست، چنین یار این خسروانی نشست. بدین زور و این کتف و این یار اوی، شبت کشته رستم به چنگال اوی. ز ایران نباشد کسی کی نخواه، بگیر از سر تخت کابوس شاه. چنین گفت روبت که مردان بنا، که مردن بنا به هز زنده دشمن برو شادکان. اگر من شبت کشته بر دست اوی، نگردد سیه روز و خون آب جوی. چون من هست گودرز را سال خرد، اگر پور هفتاد و شش شیر مرد، پس از مرگ من مهربانی کنند، ز دشمن بکین جان فشانی کنند. چون گودرز هفتاد پور گزین، همه نامداران ما آفرین. بماند به ایران تن من، بماند به ایران تن من مبا، چنین دارم از موبد پاک یا، که گر باشدن در چمن بیخ سر، سزد گر گیارا نبوید هزر. می‌بینید چقدر این کلام به اصطلاح وطن پرستانه است. انصافا برگشته پیش خودش گفتش که هیچ اشکال نداره اگر من بمیرم به دست این سهراب و کشته بشم، بابای من 60 دیگه یا 65 دیگه پسر هنوز داره، مشکلی پیش نمیاد، با مردن منم مملکت اینور کنفیکون نمیشه. اما اگر من رستم رو بدم و اینها رستم رو ترور بکنن، دیگه کسی نیست که از ایران حفاظت کنه. بنابراین من خودم رو در معرض این کشته شدن قرار میدم و اسرار نظامی رو فاش نمی کنم، حاضرم که این منو بکشه و اینجا میمونه که ببینیم چه اطلاعاتی رو میخواد به صلاح سهراب بده که هرگز سهراب نتونه رستم رو چی شناسه. بقیه داستان بمونه برای خیلی ممنون از توجه شما. خیلی ممنون. جلسه بعد سوم فوریه.
ما رو تقریب نگاه کردم. ولی شما که همیشه سوم فوریه روز یک شنبه ساعت 11 خود یه درمون شده، یه هفته یه دکتر چایچه رفت، یه هفته که تو هم منم میدونم، منم میام ولی چیزی که من برنامه رو به این سوچه داشتم حالا دیگه ایشون بیگاه بکنه با دکتر که کجا؟ فقط با جه با جه